در طول 14 دهه بازیگرانی داشتیم که بالاترین دستمزد را طلب می کردند و تهیه کنندگان با رغبت این مبالغ هنگفت را می پرداختند، چون سود گیشه چند برابر هزینه دستمزد آقای سوپرستار بود. در نظام عرضه و تقاضا و در سینمایی که به شکل طبیعی جریان دارد، دستمزدها بر اساس عرف بازار تعیین می شود و عرف بازار چیزی جز خاص تماشاگر نیست. تماشاگری که حاضر است برای تماشای بازیگر محبوبش بلیت بخرد و تا زمانی که تعداد چنین تماشاگرانی بالا و تضمین کننده سود اقتصادی است، طبیعی است که دستمزدها هم بالا باشد. آنچه پیش رو هست مروری است بر تعدادی از نام‌های محبوب این 14 دهه که در چرخه اقتصادی سینمای کشور ایران نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا کردند. شهاب حسینی. هیچ کس آینده‌ای چنین روشن را برای مجری برنامه نیمرخ و بازیگر سریال پلیس جوان تصور نمی‌کرد. اما شهاب حسینی به شکلی اعجاب‌آور پیشرفت کرد و به جایگاه بلند کنونیش رسیده است. ستاره دهه 90، بازیگری که برنده جایزه بازیگری از کن می‌شود و محبوب‌ترین و مقبول‌ترین ستاره فعلی سینمای کشور ایران. او دهه 80 را با فیلم‌های نه چندان مهم شروع کرد، اما بازی در درباره علی به همه ثابت کرد که چه بازیگر توانایی است. سپس در 10 سال گذشته او در مجموعه فیلم‌های مهم ظاهر شده است، از جمله 2 فیلم دیگر فرهادی، یعنی جدایی نادر از سیمین و فروشنده، پرسه در مه، حوض نقاشی، برادرم خسرو، که محبوبیت وی را در دل میلیون‌ها تماشاگر تلویزیونی و سینمایی خانوادگی تثبیت کرد. رضا عطاران، گرانترین بازیگر حال حاضر سینمای کشور ایران، در 12 سال 30 میلیون تماشاگر جذب سالن‌های سینما کرده است. در دهه 90 هیچ نامی به اندازه عطاران تضمین کننده گیشه نبوده است. عطاران در تلویزیون چهره شد و جنس متفاوتی از طنز را وارد سریال ها کرد. پس از اینکه در اواخر دهه 80 با تلویزیون به مشکل خورد و سریال سازی را رها کرد، با تمرکز بیشتر به بازیگری در سینما پرداخت. او با حضور دلنشینش هم در کمدی های تجاری بازی کرد و هم در فیلم های متفاوتی از کارگردان هایی چون عبدالرضا کاهانی. همه چیز از بهمن 92 شروع شد. از نخستین نمایش فیلم من خشمگین نیستم، رضا دورمشیان در 32 جشنواره فیلم فجر. خشمگین نیستم سالها در محاق ماند، ولی محمدزاده از فیلمی به فیلم دیگر رفت و با لانتوری، ابد و یک روز و بدون تاریخ بدون امضا از فجر و خانه سینما و ونیز جایزه گرفت و در گیشه هم به توفیق رسید. بعد از گرفتن نقش اول در فیلم جوانانه آخر بازی همایون اسدیان، با حضور تاثیرگذارش در بوتیک بازی انفجاریش را به نمایش گذاشت و پس از آن در نقش‌های مکمل طبق معمول بیشتر از بازیگرهای اصلی دیده می شد. حامد بهداد به عنوان استعدادی ناب به سینما آمد و جنسی از عصیان و اعتراض را به نمایش گذاشت که برای تماشاگر جذاب بود. با اینکه اغراق و تکرار خیلی زود از راه رسید، ولی بهداد همان گونه محبوب ماند و در اوایل دهه 90 بهترین نقش‌ها برایش نوشته شدند و شاخص‌ترین کارگردان‌ها به همکاری با او علاقه نشان دادند. تا سالها از معدود بازیگران سینمای کشور ایران بود که تماشاگر فرصت تماشایش را در هر فیلمی و با هر کیفیتی از دست نمی‌داد. به تعبیری گلزار تنها کسی بود که کاملاً با معیارهای ستاره پولساز انطباق داشت. استعدادش در فیلم تلخ بوتیک نمایان شد، ولی او باز هم به بازی در فیلم تجاری پرداخت و تا آستانه همکاری با مسعود کیمیایی پیش رفت، ولی به شکل عجیبی این اتفاق برایش رخ نداد. دستمزد 23 میلیون تومانی برای توفیق اجباری در سال 85 در زمان خود یک رکورد محسوب می‌شد و چند سال بعد برای بازی در دموکراسی تو روز روشن برای 3 روز فیلمبرداری 90 میلیون تومان دستمزد گرفت. از بهترین استعدادهای بازیگری سینمای کشور ایران که زمانی مشهور بود و در فیلم‌های بعد هم خوب بازی می‌کند، پس از سال‌ها در حاشیه ماندن و بازی در نقش‌های کم اهمیت، در دهه 80 ستاره اقبالش ظهور کرد. هیچ بازیگری در دهه 80 به اندازه حیایی پولساز نبود. ستاره محوری سینمایی بدنه که در این دهه سراغ ژانر کمدی رفت و امین حیایی حکم گنجینه را برای سازندگان فیلم‌های طنزآمیز داشت. حیایی در دوران اوجش یکی از گرانترین بازیگران سینمای کشور ایران بود. در انتهای دهه 80 در دستمزدی رویایی برای بازی در قلاده‌های طلا گرفت و بعد از آن دچار افول شد. حالا و در میان سالی حیایی گزیده کارتر شده و درخشندگی خیره کنندهش در شعله‌ور حمید نعمت الله نشان می‌دهد که پس از 25 سال هنوز هم برگ‌های رونکرده‌ای در عرصه بازیگری دارد.
میان بازیگران جوانی که در ابتدای دهه 80 به میدان آمدند، بهرام رادان شاید از معدود چهره‌هایی باشد که از میان ضعیف‌ترین نمونه‌های سینمای تجاری به میدان آمد، ولی خیلی زود چهره شد. در فیلم‌های کارگردان‌های مهم بازی کرد، استعدادش را به نمایش گذاشت، دوبار سیمرغ گرفت، منتقدان ستایشش کردند و بازیگر جوان فیلم پرفروش ولی نکوهش شده شور عشق خیلی زود با کارگردان‌های شاخصی چون مسعود کیمیایی، داروش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد و بهروز افخمی همکاری کرد. پرویز پرستویی هر قد در دهه 60 قد ندید و کوشش‌هایش به ندرت دیده شد، در دهه 70 توانست اوج بگیرد و قابلیت‌هایش را به نمایش بگذارد. کمال تبریزی بعد از دیدن بازی فوق‌العاده پرستویی در آدم برفی، وی را برای حضور در لیلی با من است انتخاب کرد. این کمدی جنگی سنجیده پرستویی را به بازیگری محبوب تبدیل کرد و کمی بعد با آژانس شیشه‌ای ابراهیم حاتمی کیا اسطوره حاج کاظم شکل گرفت. پرستویی در دوران اوجش به شکل قهرمان هم کمدین درخشانی بود و هم به قهرمان تراژیک حاتمی کیا معنا و مفهوم می‌بخشید. در نیمه دوم دهه 70 پرستویی با فاصله محبوب‌ترین بازیگر مرد سینمای کشور ایران بود و البته پولسازترینشان. ابوالفضل پور عرب در نخستین گام با عروس بهروز افخمی آمد و به همه خاطر جمعی داد که ستاره‌ای تازه متولد شده است، هم قابلیت و استعداد قابل توجهی دارد و هم میتواند ستاره‌ای پولساز باشد. پور عرب عاشق شد، عینک دودی به چشم زد، سوار موتور شد. در خیابان‌های تهران به تعقیب و گریز پرداخت و ستاره محبوب سینما رو لقب گرفت. در نیمه اول دهه 70 پور عرب به همراه جمشید هاشم پور بالاترین دستمزد را میان بازیگران سینما می‌گرفت. در روزگاری که متوسط پرداخت دستمزد به بازیگران حدود 2 میلیون تومان بود، پور عرب مثل هاشم پور دستمزد 8 میلیونی می‌گرفت. ستاره اقبالش از ابتدای دهه 80 رو به افول گذشت و به تدریج به حاشیه رفت و روزگار هم با او خوب تا نکرد. وقتی شاه نقش زندگیش حمید هامون را بازی کرد، 45 سالگی را پشت سر گذاشته بود. نزدیک به یک دهه سابقه فعالیت بازیگری در سینما داشت و سابقه کارش در تئاتر به ابتدای دهه 40 و فعالیتش در دوبله به اواخر این دهه باز می‌گشت. از همان نخستین نمایش‌های هامون در هشتمین جشنواره فیلم فجر تا نزدیک به 20 سال بعد، یعنی روزی که مردم به مقبره ابدی بدرقش کردن، محبوب قلب‌ها بود. خسرو شکیبایی با آن آشفتگی‌ها، دویدن‌ها و نرسیدن‌هایش کاراکتر تازه‌ای را به سینما معرفی کرد. در دهه 70 حضور شکیبایی در هر فیلمی یک اتفاق مهم بود. پیشنهادهایش فراوان و دستمزدش هم بالا بود. یکی از سه بازیگر سینمای کشور ایران بود که بالاترین دستمزدها را دریافت می‌کرد. وقتی تهیه کننده پولدار می‌شود، چرا من حقم را نگیرم؟ این معروف‌ترین اظهار نظر اکبر عبدی در دهه 60 است. او وقتی که به جرم تقاضای دستمزد بالا از سوی وزارت ارشاد ممنوع کار شد، در گپی کوتاه با ماهنامه فیلم از تهیه کننده‌ای گفت که می‌خواست در فیلمی وی را قنداق کند و پستانک در دهانش بگذارد. برای بازی در این فیلم دستمزد 5 میلیونی طلب کرده بود. این مبلغ با معیارهای سینمای کشور ایران در انتهای دهه 60 خیلی بالا محسوب می‌شد. بعد هم ارشاد وارد ماجرا شد و اکبر عبدی را ممنوع کار کرد. عبدی از اوایل دهه 60 به سینما آمد و از همان ابتدا هم بازیگر گرانی بود. بازیگر پرطرفدار دهه 60 با تمام فراز نشیب‌هایش در دهه 70 و 80 نیز توانست آن گونه محبوب بماند و بالاترین دستمزدها را بگیرد. جمشید هاشم پور آخرین قهرمان اکشن با سابقه بازی در نقش‌های کوتاه منفی در سینمای قبل از انقلاب، در دهه 60 با بازی در نقش زینال بندری در فیلم غارت ایرج قادری قامتی ستاره‌گونه یافت. با نام هنری جمشید آریا، با سری تراشیده و اندام ورزیده، توانست بر اریکی سلطنت سینمای اکشن بنشیند. با چهره‌ای پرصلابت و سمپاتیک می توانست نقش‌های منفی را دلپذیر بازی کند. تماشاگر فیلم‌های مردانه دهه 60 هیچ بازیگری را به اندازه جمشید آریا دوست نداشت. تهیه کنندگان برای همکاری با او سر و دست می‌شکستند، ولی ارشاد ابتدا بازی با سر تراشیده را ممنوع کرد و بعد هم مدتی جلوی فعالیتش را گرفت. جمشید آریا ممنوع کار شد و مدتی با ظاهر متعارف جمشید هاشم پور به میدان آمد. حالا سال‌هاست که جمشید آریا و تیپ زینال بندری به خاطره‌ها پیوستند، ولی هاشم پور این سال‌ها با تمام کم‌کاری‌ها و گوشه‌گیری‌هایش همچنان خوش‌قریحه و خلاق است. فرامرز غریبیان با شمایل مردانش در طیفی متنوع از فیلم‌های اکشن از نوع تاریخی، مذهبی تا جنگی ظاهر شد و بسیار هم محبوب و پرطرفدار بود. در تعدادی از پرتماشاگرترین فیلم‌های دهه 60
فرامرز غریبیان به عنوان بازیگر اصلی ظاهر شده است. از فیلم‌های حماسی جنگی چون پایگاه جهنمی و کانیمانگا گرفته تا اکشن شهری مانند سناتور و حتی ملودرام خانوادگی مثل گم شده. غریبیان در دورانی که وزارت ارشاد حساسیت ویژه‌ای روی دستمزد بازیگران داشت، با وقتی فیلمبرداری مرگ پلنگ طولانی شد، غریبیان پس از پایان قراردادش خواهان تمدید و دریافت دستمزد برای قرارداد تازه شد، اتفاقی که امروز طبیعی به نظر می‌رسد. در دهه 60 باعث شکایت تهیه‌کننده به ارشاد و در نهایت یک سال ممنوع‌کاری برای یکی از بی‌حاشیه‌ترین بازیگران تاریخ سینمای کشور ایران شد. فرامرز غریبیان از اواسط دهه 60 تا اواسط دهه 70 پرکار، موفق و محبوب بود و دستمزد بالایی هم می‌گرفت.